ببین، موضوع اینه که افرادی که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و از نظر من دو دستن، یا هوش پایینی دارن یا اینکه یه منافعی دارن، چون بالاخره یه پولی داره میاد و این پول خرج میشه دیگه، یعنی شبکه ها. حالا من جز کدومش هستم؟ من جز کدومش فرید؟ نمیدونم به خدا، شاید تو هم قربانی. البته چون تو اتاق من نیستی بگم که من مدافع جمهوری اسلامی نیستم، مدافع حفظ جمهوری اسلامی هستم. خب باشه، مگه ما ننمون مثلا کمونیست بوده؟ مگه ما پدرمون مثلا اعدامی دهشسته؟ آخه یه چیزایی میگی که مثلا مگه ما چیم الان؟ تو منو تو کدوم دسته کاتگوری میذاری؟ ببین نمیدونم، مواضع جدید تو نمیدونم، مواضع قبلیت مثل من. نه، من مواضع مردم کف خیابونه. من برای اینا کار کردم. آخه کف خیابون ما انواع آدما رو داریم. الان کف خیابون رو نمیدونم، ولی اوایلش انواع مطالبات رو داشتیم. نه ببین فرید جان، من تو زندگیم دست هیچ کس رو نبوسیدم. یه اخلاق بدیه دیگه. حالا حرف هم زدم، یعنی همیشه اون آدمی که جلوی من نشسته بهش هم گفتم که تو خادم منی، پس تو باید کاری بکن، تو باید منو جذب کنی، من نباید مدافع نظام باشم، نظام باید مدافع من باشه. حالا من حرف خودم بزنم. ببین، اگر شما از جمهوری اسلامی دفاع میکنی، بسیاری از اونایی که دفاع میکنن هیچ کنشی نداشتن برای همین جمهوری اسلامی. یعنی شما باید توی فیلدی، توی یکی از حوزه‌هایی که تخصص داری، عمیق بری شروع کنی یه کنشگری بکنی، نه کنشگری کف کلاپاسا، یه کار خیلی جدی بکنی و این کار رو 3-4 سال هم ادامه بدی تا بفهمی با چی طرفی. یعنی تو بفهمی با یه موجودیتی طرفی که این موجودیت 2 سانتی متر تکون نمیخوره بابا جان، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیست حتی 2 سانتی متر. آقا تو همون فیلدی که تو داری چکش میزنی، یعنی الان من حداقل میتونم این ادعا رو بکنم دیگه. من 6 سال تو یه حوزه آقا چکش زدم، یه بخشش منافع حاکمیت بوده، یه بخشش منافع مردم بوده. امروز از من بپرسی که آقا 2 سانتی متر جمهوری اسلامی تو همون حوزه‌ای که تو داد زدی تکون خورده؟ من بهت میگم تکون نخورده. 2 تا 1 سانتی متر را تکون نخورده. حالا من حرفامو بزنم. حالا سوالم اینه که شما در امریکا چگونه تکون خوردن جمهوری اسلامی؟ خب تکون خوردن یه بعد از رفتارهای جمهوری اسلامی نمیخوام شروع کردم کجا؟ یه لحظه محمد، نمیخوام نقدت کنم، میخوام بگم جمهوری اسلامی یه مشکلاتی که داره، یه بخشی از تکون خوردنش که اندازه به قول تو یه میلیمتر نیست، بخشی از اینا به معروف اصلا باید بری بغل جمهوری اسلامی مثلا چشتو بکنی تو داخل ببینی حالا چه خبره داخلش، لذا از اونجا خیلی چیزا با فاصله منتقل. نه، تو موقعی که جدی کنشگری کنی توی فیلدی، رفتار حاکمیت رو میبینی دیگه. اصلا من دارم میبینم قوه قضاییه تو اون بخشی که من دارم کار میکنم، تو بحث حوزه جرایم سایبری، خب من دارم میبینم رفتارش رو، رفتار پلیس فتا رو دارم میبینم، رفتار قوه قضاییه رو دارم میبینم، دادستانی رو دارم میبینم، اینا رو که دارم میبینم دیگه، از رو خبرها، از رو میزان فعالیتی که میکنه، از روی مثلا میزان مبارزه‌ای که این آدم داره، این جسم داره با مثلا یه مجرم سایبری، این که چقدر ترین شده، این که چقدر ترمیم شده، اینا همه رو دارم میبینم دیگه. از رو این به تو میگم من 6 سال پیش تا الان هیچ فرقی ندیدم. من همین صبح میان کارتشون رو میزنن، نهار و نماز، 4 و از ظهر میرن، اصلا براشون مهم نیست. اینجاها که میرسه تو با یه موجودیتی طرفی که خودشو به خنگی میزنه، خودشو به این میزنه که حالا بکنید دیگه، ما هم داریم کارمون رو میکنیم، حالا کند زمانبر فلان. من میخوام بهت بگم جمهوری اسلامی ولی این شکلی نیست. یعنی جمهوری اسلامی ثابت کرده که برای اینکه از تاج و تختش حفاظت بکنه بسیار باهوشه. یعنی من خودم تو جلسات سپاه سالار الله بودم. سپاه سالار الله برای چی تشکیل شده؟ این حرف تکراریه که من دوستانی که من دنبال میکنم شنیدن. سپاه سالار الله تشکیل شد از تمام نهادهای دولتی حاکمیتی دفتر داره که امنیت تهران رو تامین کنه بعد سال 88. خب به من بگو چرا سپاه مبارزه با فساد تشکیل نمیشه؟
چرا این آقایون مبارزه با فساد که میکنن فقط شعاره؟ مگه آقای رئیسی نگفت من قوه قضاییه دستم بسته است برای مبارزه با فساد؟ به من بگو آقا سند مبارزه با فسادتون کو؟ دو تا مجلس آقای فرید عزیز رفته اومده یه ورق A5 کانفلیکت آف اینترست رو نتونستن اینو تصویب کنن. چرا؟ چون اگه تصویب کنن دیگه آقای شمخانی نمیتونه نوه نوی راهشو بذاره مدیر عامل اینجا و اونجا، پس تصویب نمیکنن. پس ما سر کاریم دیگه. موضوع اینه که ما سر کاریم. به این موازه من که تند نیستش که، موازه من همیشه نقده، یعنی موازه ضد جمهوری اسلامی نبوده که، موازه من همیشه تند بوده، یعنی حرفمو زدم، راهکارم هم گفتم. ما حتی تو همین خبرگزاری به ما گفتن آقا تو خبرگزاری فارس شما برید کنشگری کنید، چشم، اونجا هم رفتیم دادیم. با نماینده مجلس فکر میکنیم من با چند تاشون صحبت کردم، چقدر تغییر کرده. نماینده مجلس نامه زده به رئیس صدا سیما، فکر کردیم مثلا اون کاری که ما گفتیم و کردن، نکردن. یعنی ما سر کاریم. من یه نمونه ساده‌شو همین آخریشو بگم بهت. ببین تو با یه سری آدم طرفی که اینا بین ما و این آدم‌ها یه لایه امنیتی وجود داره که سرکوب میکنه، خیلی هم جدی هم کار میکنه، هیچ مشکل نه مشکل تحریم داره، باتوم خریده بهترین جنس اسپری فلفل، نمیدونم تیر فلان، ساچمه‌ای، گله‌ای، نمیدونم گاز اشکا، همه رو خریده. خب اون بالا همه چی خوبه، تو کلاپاس پسر خانم خزدلی رو نمیبینی، نمیاد دفاع کنه از جمهوری اسلامی. عزیز من این که الان شما گوگل رو باز کنی، بری توی سایت کانادا سرچ کنی، ببینی این پسر خانم خزدلی خونه خریده در کانادا، کار سختیه فرید. این اطلاعات محرمانه مثلا CIA میخواد. ایشون در کانادا خونه خریده، ولی خانم انسی خزدلی از خدا خرج میکنه، از رهبری خرج میکنه، از خون شهدا خرج میکنه، از همه چی خرج میکنه. با نامه سربرگ ریاست جمهوری میگه پسر من یه سفر رفته یه دوری بزنه برگرده. چجوری یه دوری رفته بزنه برگرده فرید؟ $2 میلیون خونه خریده، خونش $2 میلیون قیمتش. کدوم یکی از این عزیزانی که اینجا مدافع جمهوری اسلامی هستن یه همچین خونه در کانادا دارن؟ به خدا ندارید، دارن فریبتون میدن. آقا ما نتونستیم در حد پسر انسی خزعلی خانم انسی خزعلی رو مجبور کنیم که مسئولیت پذیر باشه، از مردم عذرخواهی کنه و استعفا بده. نتونستیم، حتی با وجود این که نشون دادیم که آقا این سند خونه پسرت، اینم کانادا. یه آدمی که یه سفر دوره میره $2 میلیون پول نداره که یه خونه بخره. من امریکا هم همچین پولی ندارم، شما اگه داری به من بگو. من اگه سفر برم یه کشور دیگه خونه نمیخرم اونم $2 میلیون. این یه مثال خیلی ساده است، این آخرین چیزی بوده که جسارت من در تهران ندارم، اونجا که هیچ در تهران ندارم. من میگم آقا ما همه قربانی یه سری اولیگارشی شدیم، حرف من اینه. من دلم حتی برای آدمی که اینجا مثلا قبضش هم نمیتونه بده ولی از جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه، واسه اونم میسوزه. آقا مدافع جمهوری اسلامی منم، منی که 6 سال تلاش کردم تو فضای مجازی امنیت برقرار بشه مدافع جمهوری اسلامی هم. وگرنه اینجا یکی بیاد میکروفون واکنه آقا اینا خوبن، اینا عالین، اینا بچه پیغمبرن، آقا شما همتون نمیدونن منافقین، این همتون نمیدونن وابسته به سعودی اینترنشنال، چه حرفی آخه؟ من بیام رو استیج مردم رو آزار بدم؟ مگه معاون وزارت اطلاعات آیه فرید مدرسی نگفت ما یه سری قزنفر داریم که اینا از ام آی 6 بدترن؟ اینا کیان؟ اینا اونایی ان که تو این فضای غبارآلود نه تنها کمکی به مردم نمیکنن، بلکه مردم رو آزارم میدن. طرف استوری میذاره میگه زنگ مدرسه خورد برید خونه هاتون. جناب جورج اندرای بخوای ما این سه گفتمانی رو که مطرح کردیم که در کلاب هاوس کدومش دست بالا رو داره؟ گفتمان براندازی سخت، گفتمان براندازی نرم، یا ساختار اصلاحات ساختاری در درون حاکمیت؟ کدام یک از اینها در کلاب هاست، در این گفتمان هایی که رایج هست، به نظر شما دست بالا رو داره؟ اگر شما بخواید، چون به هر حال شما یکی از شخصیت های کلاب هاست هستید، من مدت هاست با شما آشنا هستم، اگر شما بخواید یکی از سه گفتمان انتخاب کنید که امروز گفتمان دست بالا داره، کدوم رو شما برمی‌گزینید؟ من کلاب‌هاوس و اتاق سیاسیشو جدی دنبال نمی‌کنم.
ولی به عنوان یه انسان بسیار ناراحت میشم از اینکه یه نفر میگه آقا پول میذاریم برید آدم بکشید. همینجا آقای فخرآور توی مجلس ختمه یه پاسداری که فوت کرده بود کشته بودنش ترورش کرده بودن، گفت برید توی مراسم ختمش خانواده‌اش هم بکشید. کی کدوم شماها باش برخورد کرد؟ رفتید باش اتاق گذاشتید دوباره. من جدی شماشون جدی میگیری؟ من ما نه من جدیش نمیگیرم. من میگم آقا اینجا اصلا جای جدی نیست. خب؟ ولی اینجا ما یه مرد اخلاقی داریم. آدمی که قائل به تروریسته، ما نباید بریم کنارش بشینیم که فالوور بگیریم. اینا رو هم بلد نیستیم. خب؟ اینا رو دیگه باید بهمون بلد باشیم. خب؟ حالا بلد نیستیم دیگه. من حرفم اینا نیست. اصلا از کلاپاس بیا بیرون. کلاپاس که شوخیه. همه معتاد شدیم میام اینجا میشینیم حرف گوش میکنیم. خیلی از نظر من موضوع خیلی جدی نیست. ببخشید. آره، اینو میخواستم بگم. من حرفم جمع‌بندی میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی قائل حتی به سرمایه اجتماعی هم نیست. دلتون بخواد یا دلتون نخواد، هر کسی که یه کنشی میکنه سرمایه اجتماعیه. جمهوری اسلامی چند تا از اینا رو نگه داشته. یعنی اون بالای من سه تا لایه از شما گفتم دیگه. لایه اولیگارشی که اون بالا نشستن حالشون خوبه، لایه امنیتی که مسئول حفاظت از اینان، اینا مسئول حفاظت از جون من تو نیستن. من همین الان میتونم به شما حداقل 10 تا نمونه کلاهبردار رو بگم که میلیون دلاری از مردم ایران دزدی کردن، خیلی راحت هم از ایران رفتن یا وسط تهرانن، هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاده، یه دونه باتو هم تو سرشون نخورده. پس این نیروی سرکوبگری که الان درست کرده جمهوری اسلامی، هدفش تامین امنیت جیب و زندگی محمد جورجندی نیست. بله، محمد جورجندی اگه داره تو این کشور زندگی میکنه، با عنوان یه رعیت بدبختی که داره زندگی میکنه، اینا اجازه دادن که زندگی کنه. حالا سگی داره زندگی میکنه، ولی اینا اجازه دادن، بگن این گفتن تو هم باش. ولی اینا هدفشون اون بالا بسیار متفاوته. شما من دارم میگم تو همین کلاپاسی که شما فهم کنی جدیه، یه دونه از بچه های مسئولین نمیبینی، یه دونه از مسئولین هم نمیبینی. طرف یه آدم جزئی هم ما برمیداریم از خود مسئولین برمیداریم میریم تو کلاپاس، قائل نیست حتی به گفتگو. اینجا میاد میشینه میره والا منبر یه طرف حرفاشو میزنه و میره. این چه گفتگویه؟ من امروز حرفم اینه، اینجا کلاپاسو که من جدی نمیدونم، ولی میخوام بگم اگر کسی هست که مدافع جمهوری اسلامیه، باید بیاد به ما بگه که چه کاری کرده برای جمهوری اسلامی که منافع جمهوری اسلامی و مردم رو توامان داشته باشه و تو اون کار موفق بوده. اگر یه همچین سلوشنی داره، یعنی بگه آقا شما زیر پتو نشستی، آقا ویرجینیا نشستی زیر پتو، همین حرفا که میزنن فوش میده به جمهوری اسلامی، خب این کار خیلی بدیه دیگه. درست میگه، این کار منافقه. ولی اگه بیاد به من بگه آقا من این تو این حوزه کار کردم و جواب گرفتم، من اون موقع میرم بررسی میکنم میبینم این راست میگه، پس یه راه ای وجود داره به بالا. یعنی از این نیروی سرکوبگر تو میتونی رد شی برسی به بالا و بالا رو تغییر بدی. اگه شما یه روزنه پیدا کردی به منم نشون بده. جمهوری اسلامی این روزنه رو نداره. بسیار دقیق و بسیار هوشمندانه تمام این روزنه ها رو بسته. حالا چطوری جمهوری اسلامی میره اینو من نمیدونم، ولی جمهوری اسلامی هر لحظه ای که تو این شرایط فعلی وجود داشته باشه، این آسیبش به مردم میخوره، آسیبش به سرمایه های اجتماعی میخوره. امروز جمهوری اسلامی دو تا آدم نداره که بیاره، همین الان بیاره تو صدا سیما به مردم بگن آقا شما اگه منو قبول دارید، ما داریم پیگیری میکنیم، برید خونهاتون، راضی باشید، که بتونن 10% این همین مردم رو راضی کنن. چرا نداره؟ به خاطر اینکه همه رو سرکوب کرده، به خاطر اینکه تو سر همشون زده، همه رو ایگنور کرده. نه تنها سرمایه اجتماعی بزرگ نداره، حتی کوچکش هم نداره. چرا؟ چون به همین سیستم اطلاعاتی در حال سرکوب ایناست. شما یه دونه توییت نمیتونی بکنی. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ آقا 43 سال تو این کشور مستقر شده، ما در مورد دهه 60 صحبت نمی کنیم که طرف با اسلحه وسط تهران بوده. اینا دیگه حاکمیتن دیگه، باید پاسخگو باشن نسبت به رفتارشون. ولی شما همین هم قائل نیستن که تو یه توییت نمیتونی بکنی. آقا تمام فعالین فضای مجازی رو بازداشت کردن، همه رو، هر کس تهران بوده بازداشت کردن، هر کی ایران بوده بازداشت کردن. این چه آتش دستگاه امنیتی آخه؟
همه پرونده دارن تو اون کشور. دیگه زندان اوین رفتن شده انگار که مثلا یه بخشی از زندگی ماها. هممون باید یه دور اوین رو بریم. برای چی؟ یکی باید من بگه ما مشکلمون چیه؟ ما گیرمون چیه؟ مگه ما حرف بدی داریم میزنیم؟ مگه ما گفتیم آقا تو، مگه گفتیم آقا تو اون بالا نشین من بشینم؟ ما گفتیم تو اون بالا بشین، ولی تو کاری رو بکن که درسته. تو نیا فساد کن، تو نیا. الان من تو حوزه کاری خودم حرفم تمام، متاسفم که اینو میگم، ولی تو حوزه کاری من هر کس که دزدی کرد موفق بوده، هر کس که فساد کرده موفق بوده. موفق که دارم به تو میگم، دارم در مورد چند میلیون دلار پول صحبت میکنم. هر کس دستشو تو آرد تو جیب مردم کرد، همین دستگاه قضایی خودشو به خنگی زد، همین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که چه میدونم لات محله است خودشو به خنگی زد، همین تو حوزه کاری ما ترکیه، تمام آدمایی که دزدی میکنن با یه پرواز میرن ترکیه، بساط میکنن رو مردم ایران، دستگاه اطلاعاتی کوره، صداش هم در نمیاد. ولی همین دستگاه اطلاعاتی شما یه دونه عکس بذار توش، مثلا بنویس خه، میان سوال میکنن خه منظورت چی بوده؟ آقا پاسو برو توییتاتو پاک کن، برو فلان کارو بکن. 6 تا پرونده برات درست میکنن که تو اجازه نداشته بترسی حرف بزنی. یکی از تبعات این ترس اینه که آدما خودسانسوری میکنن. الان نمونه یه مصداقی دیگه هم بگم و تمام. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که خودروی آبسوز داریم. باورتون میشه؟ ما خودرویی داریم که توش آب میریزن کار میکنه. میدون این حرفو به هر استاد دانشگاهی، یه آدم تحصیل کرده که لیسانس داشته باشه تو حوزه فیزیک و شیمی و اینا بزنید بهت میخنده؟ ولی چرا صدای دانشگاه ما در نمیاد؟ چرا دانشگاه ما نمیره به رئیس پلیس راهنمای رانندگی آقای سردار آدیانفر بگه آقای سردار آدیانفر این کلاهبرداری تبلیغشو نکن؟ چرا نمیگه؟ چون میگه آقا به درک، میگه بگم میگیرن میکننم تو گونی پرونده برام درست میکنن. همه مطمئن شدیم که این کلاهبرداره به سیستم وصله، در صورتی که وصل نیستا. سیستم اینجا کاری نداره با کلاهبردارا، با مفسدین کاری نداره. حالا شما من میگی از چی دفاع کنم؟ آقا یکی بیاد ببین عزیز من، ما به پیغمبر به دنیا اومدیم، از مریم رجبی بدمون میومده، ما زنده انقلاب نبودیم. هیچ دیوانه در بد و تولد قائل به این نیست که کشورشون ناامن کنه. من ننم داره اونجا زندگی میکنه، فکر کردی خوشحالم از اینکه کشور ناامنه؟ شما فکر کردی من الان که آمریکام، پدرم آمریکایی بوده یا ننم آمریکایی بوده؟ همین فضای بیقانونی باعث شد که من دست زن و بچه‌ام بگیرم از ایران بیام. حالا شما میگی این فضا رو تکرار بشه، هی بمونه، هی بیشتر آدمای بیشتری زجر بکشن، آدمای بیشتری دادگاهی بشن، پرونده واسهشون تشکیل بشه. یکی بیاد من میگه سولوشن چی؟ آقا اگه سولوشن دارید، به خداوندی خدا قسم ما کنار شما وایمیستیم. یه سلوشنی که توش خشونت نباشه ولی روزنه امید باشه. جمهوری اسلامی امید رو از ما گرفته. پس اگر امیدی نیست، من بدبخت خدا زده هم باید برم بشینم کنار فخرآور. شما ببین من چقدر بدبخت شدم. من اونقدر بدبخت شدم که باید برم بشینم کنار یه آدمی که قائل به اینه که باید بریم پول بدیم آدم بکشیم تو ایران، چون اینا همه توقع آیا خود بیشتر بررسی کن کلاب پاسو. هر کسی که قائل به براندازیه دیگه. من که برانداز نبودم که، من همیشه از براندازی هم میترسیدم، ولی من امروز دارم نگاه میکنم خود چی غلط دیگه ای نمیتونیم بکنیم؟ ما راه دیگه ای نداریم. حتی امروز آیه بشتی من از شما پرسیدم دیگه، من فکر کردم چی اومدم تو اتاق شما پرسیدم، چون من حتی امروز دارم فکر میکنم که آقا خشونت هم یه بخشی از قصه است، چون اینا بدون خشونت که نمیرن که. آقا زمان که بره جلو همه باید بیان کلاب ما. خب دارم همینو میگم، میخوام بگم آقا شما دارین منو به این شما دارین منم به این مرحله میرسونی که فکر کنم که آقا بله اینا که بدون خشونت نمیرن، اینا تجهیزاتشون رو گذاشتن که خشونت کنن. پس من اگه نتونم با روش نرم برم جلو یه چیزی رو تغییر بدم تو اون کشور، باید بیام بشینم کنار آقای بهشتی و بقیه عزیزان دیگه، بشینیم با هم دیگه ببینیم به قول آقای منظرپور پول، اصلا بشینم کنار آقای منظرپور. آقای منظرپور میگه پول میدم من آدم بکشم، منو باید بشینم کنارش دیگه، چیکار کنی؟ اگه سولوشنی دارید من میشم. آلترناتیوم بده که بحثتون کامل بشه.
اصلا بحث من تمومه، من دنبال سولوشنم، شما سولوشن رو بفرمایید. به من نگید شما الان مدعی هستی هیچ راهی نیست، یعنی میخوای از سر مسیر کور یه کاری رو ادامه بدی، یعنی لجاجت با مفاهیم. حالا فرض کنیم این همه این چیزها هست و این همه اشکال در این انقلاب اسلامی هست، درست، الان اصلا بحث نداریم. خب شما راه حل بده، ما که نشستیم داریم گوش میکنیم. من راه حلم اینه که اتحاد عمومی، مطالبه مشترک، همه جنان کجا مطالبه کنیم برادر، فکر بکنن از درون درست کنن. نه همه با هم میشینیم فکر میکنیم چجوری درستش کنیم، شروع میکنیم. خیلی مسائل هست که آقا من شما ممکنه تازه شروع کردیم، ما از تهران شروع کردیم عزیز. نه میدونم، بحثم سر اینه که زمانی که من نمیدونم چند سالته، ولی زمانی که فکر میکنم هنوز مدرسه هم نمیرفتی، من تو جریان انقلاب بودم. آقا جریان انقلاب رو ولش کن، موضوع اینه که شما الان یه کاری بکن که مردم امیدشون بره بالا. شما چیه؟ ما حرف داریم. شما اگر در کنار مردمتی، مثلا فرض کنید که من داخلم کلهم بودم، مثل تو هم منتقدم، من حرف دارم، میگم 10 تا مثلا موضوع میذاریم وسط، میگیم این 10 تا موضوع مطالبه میکنیم از داخل درست میکنیم. مثلا یکی شما هم بگم اصلاح برخی موارد و اختیارات در اصل 110 قانون اساسی، شما چی میگی؟ الان من و شما دو تا با هم میشیم چیکار کنیم دیگه چند تا میان؟ خب دیگه اگر من و تو با هم بشیم چی برای حاکمیت میمونه؟ خب ما هم حرفمون همینه، شما که باید ما باشی عزیز من. خب شما اگه رانت نداری، شما اگر نه. اگر باهوشی و رانت نداری اصلا با مایی. نه میخوام اینو بگم، ولی آیا شما به اندازه ما دردم میکشی؟ یعنی دیدی قصه رو؟ به یه وقتی از شما ندیدی قصه رو، یعنی آقا گوشه نشسته بودی میگی آقا بله با همون ما، من تمام عمرم پرچم آمریکا آتیش زدم عزیز من، فکر نکن مثلا من از زیر بوته در اومدم، من تمام عمرم تو همون سیستم کار کردم. ولی شما باید کنش رو شروع کنی، یعنی یه فیلدی رو بگیری بذاری جلوت، عمل کرده حاکمیت خب رو ببینی. خب از کجا؟ خب ما حرفمون همین، هر جا که تخصص داری شما، هر جا که تخصص داری رو بگی دستت، کارشو بکن ببین میخوری به دیوار یا نمیخوری به دیوار. به دیوار سختم میخوری، یعنی شما به دیوار نرم نمیخوری که بگی من چکش میزنم وا میشه، نه به یه دیوار بسیار سخت میخوری. حالا شما اگه سلوشنی داری من میشنم. ببین محمد جان، یه اتفاقی افتاده، اینجوری نگاش کن، یه مطالبه اجتماعی آخریه رو بگیم شکل گرفته، بعد تبدیل به یه نزاع سیاسی شده و بعد وارد فضای اختشاشی شده، سود این رو کی برده؟ همون حاکمیتی که شما امروز معترضیشی. چرا؟ چون جریان کوری که بلاز اندیشه مثل آقای بهشتیه میاد تو این اتاقها ترویج خشونت میکنه، و وقتی که ترویج خشونت کرد، من رو به عنوان بدنه مطالبه گر عدالت خواه از دیگر بخشهای جامعه که معترضن جدا کرده. چرا؟ چون من همراهی نمی کنم با مطالبه خشونت آمیز کور بدون آلترناتیو. الان آقای بهشتی به نفع کی کار کرده؟ به نفع الان هم دیگه از روشو نمیشه بگن نه این جنبش زنده است، زنده است. داغون کردن این مطالبه اجتماعی رو که میشد از این روزنه اجتماعی یه رخنه ای درست کرد و وارد فضاهای دیگه شد، الان هم میگه نه هست و آلترناتیو هست و همچنان این جنبش زنده است. کدوم جنبش زنده است؟ نابود کردید جنبشو با این نگاهی که داشتید. روزای اول همین جنبش اخیر، جنبش اعتراضی، یادتونه همه بچه ها داشتن متمرکز، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه طبیعی، چه راستی، چه عدالت خواه، چه مستقل، همه واکنش مثبت نشون داده بودن. بچه های حامی جریان انقلاب شده بودن پرچمدار مطالبه خواهی در موضوع. همین آقای زرین آباد و آقای حاتف اولین کنشگرایی بودن که تو این فضا اومدن پرچم این مطالبه رو گرفتن دستشون. خیلی هم رفتیم در کنارشون داد زدیم، نیرو انتظامی رو محکوم کردیم و خیلی چی کارش کردن. خب این جریانی که الان تو کور میخوای ازش حمایت کنی، ببخش جسارت کنم میگم کور، منظورم اندیشه است دیگه، اندیشه کور، همین جریانیه که دقیقا داره به نفع حاکمیت کار میکنه. حاکمیتی که باید پاسخگو باشه ها به عنوان کارگزار. بس چرا باید بریم از این اندیشه ها دفاع بکنیم؟ آقا اگه اون کارو نکنیم چی کار کنیم عزیز من؟
شما حالت از امروز رو ولش کن. من دارم حرف 6 ساله به شما، 6 سال امریکا و تقریبا 18 سال ایران بنده کنشگری کردم تو حوزه کاری خودم. همین حرفایی که تو امریکا میزدم تو ایران میزدم. من حرفم عوض نشده که. دارم به شما میگم بنده یه نمونه خیلی واضحه یک کنشگری تخصصی هم تو اون کشور که امروز 14 تا پرونده باز تو ایران دارم، کلاهبرداره از من شکایت کرده. اصلا صحنه سورئال طنزه. کلاهبرداره از ایران فرار کرده ولی از من شکایت کرد. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ من یه نمونه دیگه به شما بگم. الان شما انسی خزری قرار شد من و شما با هم جلو ببریم. باشه؟ یه نمونه دیگه بهت بگم. ما رسیدیم به یه پرونده ای که توش همین مسئولین عزیز رفته بودن مدرک جعلی گرفته بودن، سه تا نماینده مجلس توشه، یکیش همین خانم عفت شریعتی کوهمنانی نماینده فعلی مجلسشون هستش، مدرک جعلی خریده و ما نتونستیم ایشون رو پاسخگو کنیم. خبرگزاری برنا رفت ازش مصاحبه گرفت، گفت خانم شما خریدی؟ گفت من اصلا دکتر نیستم که، کار منافقین و ضد انقلابه، من فوق لیسانس. ما رو کرد منافق و ضد انقلاب. تو تمام پوستر انتخاباتیش این خانم خودش رو دکتر میدونه. خب الان ما اینو بریم به کی بگیم؟ اون شبکه ای که کلاهبرداری میکنه رفته از من شکایت کرده، بازپرس پرونده. میخوام من تهران نیستم و دست اینا من نمیرسه، ولی من قائل به قوه قضاییه، نگفتم حرف میزنم رو هوا، وکیل دارم، تیم حقوقی دارم، دارم پیگیری میکنم. رفته دادگاه از من شکایت کرده. ببین چقدر فضا طنزه. بازپرس پرونده اینا تو فساد قوه قضاییه است. بازپرس پرونده به وکیل من اجازه ورود به پرونده رو نمیده. تو مرحله بازپرسی یک سال و نیمه که پرونده رو نگه داشته، بازپرس پرونده نامه زده به تمام خبرگزاری‌های داخل کشور که هر چی مطلب از جورجندی داری تصف کنید. ببین چقدر یه بازپرس معمولی. ما به حفای قوه نامه زدیم، هنوز جواب نگرفتیم. یک سال و نیمه رو هوای. آخه شما داری از چی دفاع میکنی عزیز؟ هر جای دنیا یه کارشناس جور یه همچین سندی رو میذاش رو میز، تمام رسانه‌ها بهش میپرداختن، رسانه‌ها جرئت نمی‌کنن بهش بپردازن. من خبرگزاری داخل کشور رو تشویق کردم بهش بپردازن و جرئت نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه همه‌شون همه رو دندونای همه رو جمهوری اسلامی کشیده. همون شبکه‌های فساد، آقا شبکه فساد اینجور نیست که یارو یه پولی برداره بره. کاش اینا پولو برمی‌داشتن می‌رفتن. پولو برمی‌دارن باش رسانه درست می‌کنن، تیم سایبری درست میکنن. همین آقای عزیزی که چند وقت پیش اطلاع سپاه بازداشتش کرد، همین یکی از اعضای گروهی بود که ما رو صبح زور شب میزد. این تا زمانی که به خود حاکمیت نپرداخت کسی باش کاری نداشت، زمانی که به خود آقای رئیسی پرداخت رفتن بازداشتش کردن. شبکه فساد آقا قیافه شکل من نیست، شبکه فساد قیافه شکل شما هاست، چفیه گردنشه. رسانه هم داره. شما میگی ما باید بریم مطالبه کنیم، راهشو من بگو. الان من دو تا کیس گذاشتم جلوی پای شما، هر کدومو خواستی بیا بردار با هم ببریم جلو. یکم بحث پسر انسی خزعلی رو دنبال کنیم، من تا الان یه شروع بکنیم از الان همین جلو، ببینیم راستی آزمایی کنیم. شما اون سند اون خونه کپی سند هر چی که از اون مسائلی که از اون داری رو برام بفرست، چون من اطلاعاتی دارم که اساس اون موضوع یک تشابه اسمی و غلطه. این رو اول مطمئن بشیم با هم. حالا آقا اینو توی اتاق خصوصی، آره اینو توی اتاق خصوصی بررسی میکنیم، ولی شما از من بپذیر به عنوان یک کارشناس جرم که حرفم هم کارشناسیه، درسش هم خوندم، از من بپذیر که این سند متقنه. و اگر خواستی حالا به من بازم میرم سراغ سوالم. من به عنوان یه آدمی که یه کنشی کرده به شما میگم آقای علمی عزیز، از چیزی دفاع میکنی که ورودی نداره، ورودیاشو بسته. حالا شما من بگو من چطوری به آدمایی که دنبالم میکنن امید تزریق کنم؟ یعنی من که تو کانالم ننوشتم که آقا مرگ بر جمهوری اسلامی، که من تو کانالم نوشتم آقا ما داریم با دزده برخورد میکنیم، با کلاهبردار برخورد میکنیم، این آدمه داره این صحنه رو میبینه، باید نتیجهش هم ببینه. یعنی باید ببینه که با کلاهبردار، آیا رئیس دستگاه قضا ایشون گفته کلاهبردار باید نقره داغ شود؟ من یه دونه نقره داغ ندیدم، یک دونه، یعنی یه دونه کلاهبرداری که جیب مردم ایرانو زده
نقره داخت که هیچی، بازداشت معمولی هم نشده. حالا تو بازداشت معمولی داشتیم ها، آزاد شده بچه هم در رفته، پولای مردم هم برده. من دارم یه چیزی به شما میگم، شما حرف منو به عنوان یه کنشگره توی یه چیزی بگین، دوستان دیگر هم بشنویم. ممنونم از شما، سپاسگزار. میخوام بگم که این سیستم اونجوری که حالا من حرفای آقای علمی رو شنیدم، شما هم بهتر میدونید، هیچ راهی نداره دیگه، بنبست کامل. اگر راهی باشه خودشون میتونن انجام بدن، نیازی به گفته‌های ما نیست. اگر اراده‌ای داشته باشن، اگر واقعا گوش شنوایی داشته باشن، به سؤال همین خانم انسیه خزلی، یه مثال خوبیه. ایشون مثلا چه شخصیت بزرگی هستن که این رسوایی به وجود اومده ولی حتی استعفا هم ندادن. ایشون چه خدماتی دارن میدن به کشور، نابغه هستن، چه مثلا کدوم قسمت از کار دستی ایشونه که این پروژه رو باید به سرانجام برسونن، رفتن ایشون مثلا صدمه میزنه به کشور. دیگه رسوایی از این بالاتر نداریم که. فرض ایشون خودشون اومدن نقدی کردن، بلافاصله معلوم شد بچه‌هاش تو کانادا هستن، الان هم اسنادش دارن، اومده خونه خریده پسرش 2 میلیون دلار. خانم خزلی چه حقوقی میگیرن که پسرش میتونه 2 میلیون دلار؟ ببینات دیگه واضحه دیگه، نه نیازی به سند هست، نه نیازی از کسی تلاشی بکنه. همین تکذیب شد ها این حرفا، اسنادش هم در اومد که واقعی. ببین همین تکذیب هم جالبه دیگه، ایشون اومد گفت نه پسر من اونجا فیلتر شکن نمیپوشه، همه چیزو تکذیب میکنن. میدونی الان 1% شما احتمال بده حقیقت داشته باشه. نه اجازه بدید باشه، تکذیب که میکنن، بلافاصله تکذیب میکنن، کدومو تکذیب نکردن. شما احتمال بده این تکذیبشون هم غلط باشه، چه مکانیزمی وجود داره مردم اعتماد بکنن؟ تمام این فسادهایی که رخ داده همه تکذیب شده. نماینده های مجلس اومدن گفتن تو اصفهان، این مجتمع فولاد اصفهان، 93,000 میلیارد تومان. نماینده مجلس گفته دیگه، نماینده مجلس فعلی، میدونیم چه مجلسی هست، که اونجا اختلاس شده. روز بعدش نماینده دیگری گفته که اختلاس هایی که روزانه در بانک ها میشه، این عدد 93,000 میلیارد که نزدیک 3 میلیارد دلار میشه، در مقابلش هیچه. باش کاری نداشتن. نهایتا این که تنها راهی، تنها امیدی که شاید ما داریم، همین اتفاقی که در کشور الان رخ داده، و اگر شانسی هم برای حکومت وجود داشته باشه، باید این فشارها روز به روز بیشتر بشه. بترسن، چون این حکومت های اگر بترسن تن میدن. تا حالا که نترسیدن، تا حالا که فکر میکنن همین حرفایی که ما همین رو استیجا میشنم، هیچی نیست و جمع شده و کسی نیومده و خیابون و از این حرفا، انگار مثلا باید 1 میلیون نفر بمیرن تا بگن آقا چیزی شده. اگر این اتفاقات گسترش پیدا بکنه، فشار بیشتر بیاد، حکومت اگر تصمیم، نمیدونم، اگه سقوط بکنه که چه بهتر، اگر سقوط نکرد تحت فشار همین مردمی که دیگه یعنی جونشون رو دستشون گرفتن اومدن خیابون دیگه این دیگه خیلی واضحه، به وحشت بیفتن، بلکه ما امیدوار بشیم اتفاقی بیاد، اونم به نظر من یه کورسوی از امیده. مرسی آقای زرین‌آباد. آقای زرین‌آباد، من یه توضیح بدم در ارتباط با منزلی که خانم خزنی برای پسرش خریده. جناب علمی، شما تو سایت املاک کانادا اگر تشریف ببرید تمام مشخصات این ملک موجوده. منم الان یه لینکی رو گذاشتم بالا، دوستان میتونن از این طریق دنبال کنن. آقای علمی بالا نمیدونم، متاسفانه خبر صحت داره. نه امیر، ببین اگر ما درست جلو نریم به نتیجه نمیرسیم، به این خاطر که ببین مثلا یه توییتر میذاره به عنوان فکت، در حالی که من تحقیق کردم. اگر میخواد بازارشم بدم آقای وزیر شناس ببخشید من آقای علمی چون اینو گفت بگم خیلی کوتاه، چون آقای علمی میخواد پیگیری کنه. آقای علمی شما چطوری تو همین فرصت کوتاه رفتی تو سایت ltsa.canada.ca و دوازده دلار پول دادی و پراپرتی پسر خزلی رو دیدی؟ من از قبل بررسی کردم. آقا شما این سایت رفتی پول دادی؟
با پول بدید 12 دلار با پول بدید. دوستانی دارم که برای من تحقیق کردن عزیز من، الان شما تشریف به سایت ltsa.ca، این سایت پراپرتی های کانادا است، باید هم پول بس. بدی، یعنی رایگان هم نمیتونی سرچ کنی. 12 دلار لطفا شما خرج کن، اگه خواستی من بهت میدم. اسم پسر خانم خزلی رو سرچ کن. بله اون اگر خونه دو میلیون دلاریشو ندیدی بعد بیا بگو جورجندی شما دروغ میگی. باشه میخوای شماره تلفنش هم بهت بدم؟ اون تشابه اسمی عزیزم. آقا ایشون سافر دیولوپر به اسم سید حمید رضا رضازاده، تشابه اسمیه؟ حمید رضا، حمید رضازاده ماسوله. سید حمید رضازاده همین امسال هم کنه رو خریده. ببین پسفند ماسوله داره، هیچ نسبتی با خانم انسیه نداره. آقا ایشون سافر دیولوپر در شرکت بترنت تشابه اسمیه؟ چند نفر تو دنیا در کانادا در بترنت سافر دیولوپر بودن؟ اسمشون هم سید حمید رضازاده بوده. دو نفر؟ نه آقا بازی با شعور ما بازی نکن عزیز من. بگو میخوام از جمهوری اسلامی دفاع کنم، دفاع تو ادامه بده. عرض کردم اجازه بدید آقای علمی، سطح هوش پایینی دارن. اگر من اجازه بدید خواهش بکنم، شما رو من تو دسته ی آدمایی که منافع دارن میبینم، چون شما حتی نرفتید سرچ ساده بکنید. هر من تمام خواهی میکنم ادامه این بحث اصلا برای من خواهی میکنم. رو اگر میخواید آقای علمی، آقای رشیدی من پایین بفرستید، یه لحظه من اجازه بدید من پایین بفرستید، اصلا حوصله بحث باشید من ندارم، من بفرستید پایین.